أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحثمون در باره بدبینی به این فرمول و حدیث شریف رسید که لکن انسان عربون فبعدو عن الریب، از فرمایشات گوهربار امیرالمومنین علیه السلام بود که هر انسانی در زندگیش، در ارتباطاتش یک مشغله هایی داره، یک روابطی داره، یک نیازهایی داره که او رو به انجام یک سلسله کارها وادار میکنه که ما درک درستی از اون کارها و نیازها و روابط نداریم. بنابراین مواظب باشید که به انسانها شک نکنید. تمرین هایی رو هم خدمتون عرض کردیم که با این تمرین ها ما بدونیم که واقعا هیچ کس نمیتونه باطن روابط انسان ها و نیازهای او رو شناسایی بکنه تا فکر بکنه که اگر کسی کاری کرد دقیقا تشخیص بده که این کارش عیب هست یا نیست، گناه هست یا نیست. فهم این مسئله واقعا احتیاج به تمرین داره، یعنی باید ذهن انسان هی دائما تمرین بکنه تا یاد بگیره این روایت رو خوب درک بکنه که هر انسان یک نیاز و خواسته‌ای داره، یک دل مشغولی داره که ما نمیفهمیم اون نیاز و خواسته او رو، دل مشغولی او رو. برای این نباید بهش سوء ظن پیدا بکنیم. گاهی وقتا انسان ها در یک شرایط خاصی قرار می گیرن که دست به یک سلسله کارهایی می زنن که اگر ما هم بودیم همون جوری عمل می کردیم، مثل اونها عمل می کردیم. لذا حضرت می فرماید که خیلی ور نرید با افراد، دنباله نباشید که چیزی در بیاد توی افراد. نمی تونید به یک نتیجه قطعی و مسلم برسید. افراد حالتشون با هم دیگه فرق میکنه. بسیاری از نیازها و خواسته ها و مشکلات افراد ناپیداست. بسیاری از مسائل شخصی افراد هویدا نیست و ما نمیتونیم همینجوری به صرف این که با یک نفر ارتباط داریم یا میبینیمش یا در محیط درس یا در محیط کلاس یا در محیط دوستانه یا در محیط کار باش ارتباط داریم فکر کنیم همه مسائلش رو میدونیم. نمیدونیم. بنابراین فهم درستی از او و زندگی او و روحیات او و نیازهای او نداریم. این ما دقت بکنیم. حتی من که یک مشاور هستم الان حدود بیش از 15 سال کارم مشاور هست، میبینم که نزدیکترین افراد به هم دیگه مثل دو تا برادر، دو تا خواهر، یه خواهر و برادر، زن و شوهر، بعد از 20 سال 30 سال از درون همدیگه خبر ندارن، از نیازهای دیگه همدیگه خبر ندارن به صورت جدی و مخفی مونده. خیلی از نقاط شخصیتی زن برای شوهرش مخفی هست، خیلی از نقاط شخصیتی شوهر برای زنش مخفی هست، خواهر برادر همینطور. کسایی که با هم زندگی کردن هستن، توی خونه هستن، سر یه سفره هستن، با هم دارن زندگی میکنن، درک درستی از همدیگه ندارن.
درک درستی از هم ندارن. بنابراین صرف این که شما با یه نفر نزدیک هستید یا دارید زندگی میکنید دلیل نمیشه که فکر بکنید کاملا همه ابعاد وجودی او رو، نیازهای او رو خبر دارید و میشناسید. بنابراین اگر از دهن او چیزی خارج شد یا از او فعلی صادر شد که برای شما غیر منتظره بود، به حساب این نذارید که چون شما میشناسید یه همچین کسی رو، میتونید هم قضاوت درستی در مورد اون فعل یا اون حرف بکنید. اینجور نیستش، واقعا این گونه نیستش. یعنی ما واقعا نمیدونیم تو دل افراد چی میگذره. در روایت داریم که پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم به ابوذر که شخصیت بزرگی هستش میگه که ابوذر توی این جمع، یه جمعی رو نشون میده از افراد، میگه توی این جمع بهترین و بدترین رو به من معرفی کن. ابوذر میگه به نظر من بهترین اینا فلانی هستش توی این جمع و از همه بدتر فلانی هستش. این میخواد پیغمبر یاد بده به ما، این درس رو به ما بگه، درس بزرگی هستش. وقتی که معرفی میکنه، رسول خدا میفرماید که اونی که گفتی خیلی بهتر از همه است، به اضافه همه اون جمع، همه اون جمع هیچ کدومشون آبروشون در نزد خدا بیشتر از اونو که تو گفتی بدتر از همه است نیست. به کی میگه اینو پیغمبر؟ به ابوذر میگه. هیچ کدومشون، اونو که گفتی خوبه با همه اون کسایی که اونجا هستن، بهتر از اونی که تو به عنوان بدترین شخص معرفی کردی نیستن. توجه فرمودید؟ لذا با توجه به این نکته که ما نمیتونیم به کنه افراد پی ببریم، علی علیه السلام میفرماید شما درک درستی ندارید از نیازها و روابط افراد. برای این به صرف این که از اینهای چیزی صادر میشه، از دهانشون چیزی خارج میشه یا کاری میکنن، قضاوت نکنید در موردشون. حق قضاوت ندارید. بسیاری از ابعاد شخصیتی یه شخص برای شما ناشناخته است، نمیتونید خیلی زود قضاوت بکنید. در این باره نمیتونید بشناسید افراد رو. لکل انسان اربون فبعدو عن الریب. این هی باید تکرار بکنیم تا یادمون باشه که افراد دل مشغولی ها، نیاز ها، احساسات، خواسته ها، شؤون مختلفی دارن که ویژه خودشون هم هست. کسی هم به اونها راه پیدا نمی کنه. حتی کسی که باهاش داری زندگی میکنی، 30 سال داری باهاش زندگی میکنی، بسیاری از مسائل شخصیتیشو نمیشناسی. بنابراین اگه یه موقعی از چیز بدی دیدی، زود قضاوت نکن، زود در موردش حکم صادر نکن، سوء ظن بهش پیدا نکن. خب یه صلوات خط بفرمایید. یه روایت دیگه بخونم بعد بریم سراغ یه فرمول خیلی مهم در مورد مواردی که ما میتونیم سوء ظن داشته باشیم. میفهمد که من کسرت ریبته و کسرت غیبته. کسی که تا
تردیدش، گمانش زیاد باشه نسبت به افراد، یعنی سوء ظن زیاد باشه، بدبین باشه زیاد به افراد، غیبتش هم زیاد. این میگم مادر گناه هست، سوء ظن همینه دیگه، که وقتی این اومد خیلی از گناه‌های دیگر رو با خودش میاره. وقتی انسان دچار سوء ظن شد، بدبینی شد، ترس و استراب و غیبت و تهمت و جفا کردن هم میاد. گاهی وقتا وقتی کسی بدبین هست به خاطر اینکه مبادا یه موقعی اتفاق بیفته، خودش چندین گناه میکنه برای جلوگیری از اون، فقط به خاطر این بدبینه، نمیتونه خوب ببینه، اینجوری میشه. من کسرت غیبتو، کسرت غیبتو. کسی زیاد بدگمان هست، زیاد سوء ظن پیدا میکنه، بدبینی داره، غیبتش هم زیاد میشه، حرفای بد زیاد ازش خارج میشه نسبت به دیگران، چون با هیچ کس نمیتونه کنار بیاد. در مورد نزدیکترین کسانش بد میگه، تا دوستانش، تا اطرافیانش، یک سر همینجوری هست، گمان بد داره. این مسئله دوری و نزدیکی هم نداره. یعنی ما زیاد دیدیم یه مادر علیه دخترش تبلیغات وسیعی را انداخت، یه بد میبینه. حتی شوهرم که داره دختر میکنه، میبینه علیه دخترش به شوهر دخترش، به داماد خودش خیلی چیزا میگه. برعکس هم ما داریم، به عروس خودش اطلاعات خیلی بدی نسبت به پسرش میتونه، نسبت به پسرش بدبین هستش. دیگه از این نزدیکتر که نداریم، مادر و فرزند میبینیم اینجوری هستش. خواهر برادر همینطور هستن نسبت به، وقتی بدبین هستن دهنشون به بدگویی هم باز میشه. ها شما که گناه غیبت چقدر زیاد هستش، چقدر وحشتناکه، خیلی راحت انسان انجام میده به خاطر که فقط بد میبینه. خب بریم سراغ این فرمول، مواردی که ما جائز هستیم سوء ظن داشته باشیم. یه فرمول خیلی مهمی هست علی علیه السلام میده، میفهمد که اذا استول الصلاح على الزمان و اهله ثم اساء رجل الظن برجل لم تظهر منه حوبه فقد ظلم و اذا استول الفساد على الزمان و اهله فاحسن رجل الظن برجل فقد قرر. میگه وقتی که میبینید که زمانه ای هستش که مردم میرن به سمت کارهای خوب و خیر، احتمال اینکه افراد آدمای خوبی باشن هست. زمانی هستش که میدان برای با تقوا بودن، برای خوب بودن، برای صالح بودن، سالم بودن زیاد هست. اگر از کسی که چیزی ازش ندیدی نسبتش بدگمان بشی، این ظلم هستش، سوء ظن ظلمه، چون احتمال داره که این شخص چی بشه؟ خوب باشه. ولی اگر این شرایط زمانی شرایطی هستش که احتمال خطر و فساد زیاده، دورانی هستش که مردم دارن همه دست دسته میرن به سمت فساد، زمان جوری هستش که همه به سمت فساد میرن، اگر بخواید حسن ظن داشته باشید به افراد فریب خوردید. این مکانی هم هستا، مسئله نه شما از کشور خودمون خارج میشید میرید توی کشور دیگه، یا از این شهر میرید توی شهری که خصوصیات مردمش یه جوری هست که همه به یه فسادهایی دوچار هستن. حالا من اسم نمیارم بد بشه، بعضی از شهرها هستن که شما وقتی میرید میبینید که مثلا 70% 80% این شهر قاچاقچی هستن، مواد مخدر رد و بدل میکنن، غالب مردم اصلا تو این کار هستن، آنتنای ماهواره دارن، نمیدونم فساد دارن تو خونه هاشون، هزار یه جور آلودگی دارن. میگه توی شرایط زمانی و مکانی که غالب مردم دارن فاسد میشن یا فاسد شدن، حسن ظن داشتن فریب خوردنه. باید خیلی حواستو جمع بکنی که به راحتی حرف قبول نکنی، به راحتی حرف قبول نکنی. ولی اگر این موقعی هست که نه، زمانی هستش که، یا مکانی هست که عموماً آدمای خوبی هستن، مردم خوبی هستن، شرایط فراهم هست برای اینکه
افراد خوب باشن. اگر کسی چیزی ندیدی به سوء ظن پیدا بکنی به ظلم کردی، به همچین کسی ظلم کردی. حالا به عنوان مثال من این مثال بزنم بر شما. الان فرض فرمایید که زمانی هستش که میخوایم ارزیابی کنیم زمان الان در مورد مقوله ازدواج، من مثال بزنم برای شما. ببینید حالا ما که به عنوان مشاور عرض میکنم خدمتتون که کار مشاوره کردیم، زمان الان با زمان مثلا دوران جنگ خیلی فرق میکنه. داشت فرمودی دروغگویی زیاد شده، فساد زیاد شده، رشوه زیاد شده، دروغ گفتن دختر و پسر به همدیگه خیلی زیاد شده. الان مثلا فرض فرمایید که یه دختر خانم میخواد زیاد میام و مراجعه میکنه که آره با فلان پسر ازدواج کردم، همه هم تاییدش کردن، همه که میگه یعنی کی؟ میگه خب کیا تاییدش کردن شما؟ ما در جلسه میثاق مقدس 90 دقیقه فقط در مورد روش‌های تحقیق در مورد یه دختر یا یه پسر بحث کردیم. خیلی حال و حوصله این تحقیق رو ندارن. حال و حوصله ندارن، نمیرن یه تحقیق جدی بکنن از طرفی که میخوام باشون ازدواج بکنن. اینجور موارد ما به دختر یا پسر میگیم چشمتون کور، خواهش به تحقیق بکنید. با تحقیق خوب میکردید. زمان زمانی نیست که بشه به هر کسی به راحتی اطمینان بکنید. آیا خودش اینجوری گفته، مادرش اینجوری گفته، باباش اینجوری گفته، داداشش اینجوری گفته؟ این قبول نیست. اتفاقا وقتی این روش پیاده شده، خیلی وقتا که دخترها پسرها به همین روشی که ما گفتیم رفتن تحقیق، اطلاعاتی به دست آوردن که به راحتی به دست نمی اومده. توی تحقیق اطلاعات خیلی زیادی به دست آوردن. برای همین اگه مقوله ازدواج هست، ما توصیه میکنیم به صرف گفتار دختر و پسر و خانوادشون و چند نفر از اطرافیانشون به هیچ وجه اکتفا و اعتماد نکنید. برید واقعا تحقیق جدی بکنید در مورد افراد، ولو خیلی هم از نظر ظاهر چی باشن؟ سلاح باشن. صرف این که ظاهرن یه آدم خوبی هست، حرفای قشنگی میزنه کافی نیست. من دختر میاد و من میگه که یه طلبه اومده خواستگاریه من. عمومی طلبه یعنی چی؟ یعنی کسی هستش که یه شرایطی داره، ایمان داره، تعریف شده است دیگه طلبه، تو حوزه علمیه درس میخونه، یه ایمان محکمی داره. ولی بیاد به من بگه بلافاصله میگم به تحقیق. صرف این گفت طلب است دلیل نمیشه حتما آدم خوبی هم باشه، شوهر خوبی بتونه باشه، پدر خوبی بتونه باشه، نه. یا اخلاقا آدم خوبی باشه دلیل نمیشه. یا میاد میخوام با یه دختر طلبه ازدواج کنم. چند روز یه خانم اومده من میگفتش که رفتم یه دختر طلبه گرفتم برای پسرم، خیالم راحت بوده که مثلا برای اینکه خیالمون راحت باشه یه دختر طلبه گرفتیم. ولی الان میبینم نه، اصلا هیچ کدوم خصوصیت مذهبی رو اصلا نداره. ابتدایی ترین مسائل ایمانی رو هم سرش نمیشه. گفتم اشتباه کردید، صرف اینکه طلبه است دلیل نمیشه. این طلبگی با طلبگی 20 سال پیش فرق میکنه. نظام طلبگی الان با نظام طلبگی 20 سال پیش فرق میکنه، با نظام طلبگی 30 سال 40 سال پیش فرق میکنه که افراد خاصی میرفتن سراغ این کار. اونقدر شرایط طلبگی سخت بود که جز کسایی که ایمان و اعتقاد درست و حسابی داشتن، صبر خیلی زیادی داشتن، کسایی نمیتونن تحمل کنن. ولی الان اینجوری نیست. الان طرف میبینه که دختر و پسر صبر میکنن، اگر کنکور دانشگاه قبول شدن که شدن، نشدن اولین جایی که میرن کجاست برای که معافیت تحصیلی داشته باشن؟ میرن تو حوزه معافیت تحصیلی داشته باشه. یا دختر برای که بتونه مدارج علمیشو طی کنه، چون دیگه تو حوزه هم لیسانس میدن و فوق لیسانس و دکترا میدن، میگه خب چه فرق میکنه با دانشگاه، ما میریم اینو میخونیم. هیچ سنخیتی با درسای حوزه و الهیات نداره، اما چون درش مدرک هست، مشغله ای هست، بهتر از تو خونه بودن هست، میره حوزه. ولی هیچ باوری هم نسبت اون ارزش ها نداره. بنابراین نمیشه صرف اینکه یه نفر تو حوزه هستش، طلبه هست، فکر کنیم که حتما زن خوبی هست یا مرد خوبی هستش، به درد ازدواج، پدری، دوستی، رفاقت میخوره. نه، دلیل نمیشه. چون در دانشگاه که برید، قبلا اینجوری بود دانشگاه، الان شما
بالای 50% دانشجوها کسایی هستن که در رشته خودشون علاقه نداشتن. چون آخه بهترین رشته ها الان که خیلی برای سر دست میشکنن چه رشته هایی هستن؟ پزشکی، مهندسی. من که مشاوره داشتم با دانشجوهای دختر و پسر پزشکی، یه مدتی فقط با اینا من مشاوره داشتم، فقط دانشکده پزشکی با اینا مشاوره داشتم. از هر 10 تا دختر پسر دانشجو که بودن، 3 تاشون به رشته خودشون خوششون نمیومد. میگفتن که ما زوری اومدیم توی رشته، خوشمون نمیاد. یه پزشکی که دیگه از همه خیلی دهن بیشتر آب میشه که پزشکی قبول شده، یا مهندسی بالا، میگفتن دوست نداریم، ما مجبوری اومدیم. حالا شما فکر بکنید خیلی از رشته هست، بالای 50% رشته هست که افراد دوست ندارن، فقط به خاطر اینکه مدرک درش هست میرن انجام میدن. در حوزه هم الان همینجوری شده. ما کسایی داریم که میان حوزه سالها درس میخونن، ولی سنخیت و علاقه هم خودشون با این درس ها بله نداره. این باید اون که چه جور طلبه، از کدوم نوع طلبه هست؟ طلبایی است که خودش آگاهانه انتخاب کرده، عشق داشته انتخاب کرده، رو جبر نرفته. اون طلبه هستش که اگه طلبگی نکنه مجبور بره سربازی. برای اینکه سربازی نره درس رو باید چیکار کنه؟ یه سر ادامه بده. برای از معافیت تحصیلیش استفاده کنه. مثل دانشجو که باید تا دکترا میتونن استفاده کنن که مجبور به سربازی رفتن نشه. لذا زمان زمانی نیست که شما اگه مثلا، من اینو دیگه شورشو گفتم آخرشو براتون گفتم که دیگه شما خودتون از حدیث مفصل بخونید. اگه مثلا فرض فرمایید یه نفر چون طلبه است، چون در حوزه هستش، اومده به خواستگاریتون یا شما رفتید به خواستگاریش کسی معرفی کرده، فکر کنید که حتما هم آدم خوبی هستش، حتما هم به درد ازدواج میخوره، حتما میتونه دختر خوبی باشه، مادر خوبی باشه، همسر خوبی باشه، شوهر خوبی باشه، پدر خوبی باشه. نه نمیشه. لذا حضرت فرمان اگر زمان زمانی هستش که احتمال فساد و تباهی شما میدید، اگر بخواید اعتماد بکنید فریب خوردید. بخواید اعتماد بکنید چیکار کردید؟ فریب خوردید. دختر اصلا هیچ اعتقادی به حوزه نداره، رفته دانشگاهش هم کنکور شرکت کرده رد شده، حالا میبینه هیچ چاره نداره، میخواد وایسته تو خونه قرقرای پدره و مادره رو تحمل کنه. میبینه که خب سختشه، میگه خب به هر حال میریم حوزه، حوزه راحت تره، فضیلش اس کنکور اون چاره نداره، امتحاناش ساده تره، قبول میشیم، همون درس ها رو میخونیم. میخواستیم بریم یه جا دیگه درس بخونیم، فرق هم نمیکنه چی بخونیم، یه چیزی میخونیم دیگه، ذهنیه دیگه، میریم میخونیم. وقتی میره توی حوزه اصلا گرما و معنویت حوزه رو نمیگیره. میگه رفتم با یه طلبه ازدواج کردم، دختر طلبه، میبینم نمازش هم به زور میخونه، از یه طلبه همچه انتظاری نمیده. هر که میگم طلبه الان فکر میکنه مثلا فرض بفرمایید که الان یه آدم چسبیده به عرش، نه اینجوری هم نیستش. همینجوری میتونه طلبه هستش، بطله است به طلبه، وقت تلف میکنه. چه مردش چه زنشش فرق نمیکنه. لذا خیلی حسابات حواستون باشه تا اگه طلبه دارم نه برید تحقیقتون رو بکنیم اصلا آدم هست یا نه، این آدم هست یا نیستش، تحقیقتون رو برید بکن. اگه تحقیق نکنیم به صرف این که مثلا طلبه است، باباش آخونده، باباش آیت الله است، نمیدونم همشون نمیدونم از آدم های بسیار نورانی هستن، مهتابی قوت دادن، فایده نداره. آره نم تو خونه هاشون اینجی نمیشه. راجع به شخص حتما باید شخص تحقیق بشه. شرایط و حواشی موقع شما رو فریب نده. شرایط موقع من دفتم یه خانواده که خیلی خانواده خوبی بودن، معروف به تقدس و اهل علم و اینا بودن، گفتیم که خب مثلا دیگه حضرت آیت الله اینجوری هستن، حضرت آقا اینجوری هستن، خب من با دختر این ازدواج کنم دیگه حتما از همون شب عروسی دوتا بال در میارم میرم آسمون هفتم. میرفتیم تو جلسه خواستگاری، بهم میگه که ببین از من انتظار نماز و این حرفا نداشته باشی، بی خیال، نوار ترانم تا دلت بخواد گوش میده.
خب حالا بیا درستش کن. اون آقای خوبی هست، زن خوبی هست، دخترشون نمیتونه ترکیب. ما الان خیلی خانواده داریم، خانواده بسیار خوبی هستن، مذهبی هستن، واقعا آدمای خوبی هستن. نمیتونه حریف دخترش بشه، نتونسته دخترش رو تربیت بکنه. آیت الله هست، اما آیت الله زاده هیچ سلفیتی با باباش نداره. بله خودش آدم خوبیه، زندان رفته، شکنجه دیده، زحمت کشیده، آدم خوبی هست، ولی پسرش اینجوری نیستش. یه آدم قرتیه، فاسده، به درد نخور هستش. صرف اینکه آدم خوبی هست، باباش و مادرش آدم خوبی هست، آدم مشهوری هست. مورد اومده پیش من همینجوری، کارمند بانکی بود، خیلی مرد نازنینی بود. گفتم با یه آقای اینجوری، دختر آقای اینجوری، گفتم تو در واقع رفتی با آیت الله ازدواج کردی نه با دخترش. آیت الله دیدی فکر کردی دخترش هم همینجوری هست؟ نمیشه، اینجوری نیست. برای این خیلی باید ما دقت بکنیم به صرف اینجور مسائل کشیده نشیم. حضرت میفرماید وقتی زمانه زمانی هست که احتمال فساد، احتمال بد بودن هست، اعتماد، فریب خوردن، اعتماد نداشته باشید. روایت بعدی هست از امیر از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم. خیلی زیباست این، احترسو به سو من الناس به سو زن، از مردم با بدبینی پرهیز بکنید. احترسو، احترسو یعنی حراست کنید از خودتون، خودتون رو نگه دارید از شر مردم با سو زن. یعنی چی؟ از شر مردم خودتون رو با سو زن نگه دارید. بله، راحت اعتماد نکنید. حالا با فرمول اول تلفیقش کنید ببینید چی میشه. یکم اولی که من الان مثال میذارم خیلی مهم هست، تو زندگی خیلی از شما هم اتفاق افتاده. اعتماد در سر مسائل مالی هستش. الان زمانه هستش که ما بعد از اعتیاد بیشترین حجم زندانیه ما زندانیه چی هستن؟ چک هستن. چک مسائل چی؟ مسائل مالی و اقتصادی. زمانه ای نیستش که ما بتونیم اعتماد بکنیم از نظر اقتصادی. خیلی آدم های بزرگ، آدم های گردن کلوف در مسائل اقتصادی شکست خوردن. الان دختر پسرای زیادی هستن میگن که آره ما اعتماد کردیم به نفر، یه مقدار 2 میلیون تومان پول داشتیم بدیم بهش کار کنه، 5 میلیون تومان پول داشتیم اینا، 5 میلیون تومان داشتیم بدیم یه شرکت دزدیده برده. به راحتی به کسی در تو مسائل اقتصادی اعتماد نکنید، حتی به پدرتون، به برادرتون اعتماد نکنید. پدر شما آدم خوبیه ها، اینو خوب دقت کنید، منظور از سوء زن چیه اینجا. پدرتون آدم خوبیه، نمیخواد سر دخترش و پسرش کلا بذاره. داداش شما آدم خوبی است. شرایط اقتصادی زمانه طوری هست که دست انسان‌ها نیست خیلی وقتا مسائلش، از دست انسان در میره. آدم‌هایی رو می‌شناسیم، من خودم آدمی می‌شناختم که بسیار آدم خوب، متدین، قابل اعتماد، ولی شکست خود از نظر اقتصادی. سرش کلاه گذاشتن. حالا فکر کن چقدر پول دست مردم، دست این بود که داشت کار میکرد باشون، شکست خورد، سرش کلا گذاشتن، یه ضرر هنگفت کرد. حالا همه مردم معطل هستن به پولشون دست برسن، دست پیدا بکنن، نمیتونن دست پیدا کنن، میمونن. نمیشه. اعتماد خیلی راحت نباید بکنید. اگه میخواید کار بکنید، یک کار کنید که جاهایی شما سرمایه گذاری کنید نظر اقتصادی، یا اعتماد بکنید که سودتون حتما چی داشته باشه، یا برگشت پولتون تضمین داشته باشه. تضمین. این برادرتون میاد میگه مثلا فلان کار، خب داداشم اینا با هم حرفا نداره، ولی اینجوری نیستش. برادرتون هم اومد بهتون گفت اعتماد نکنید. یا نگید که حالا داداشم دیگه حالا. نه. اینقدر ما دیدیم این دختر خانم ها داداش جونشون و خان داداششون رو عزیز گرفتن و نمیدونم اعتماد کردن، هی پول دادن بهشون، اونام خوردن کشیدن بالا راست بکاش. اصلا کار کشیدم بالا راحت با بیلیاقتی. بعد هم نه داداشم عزیزم، نه هم چلیم بشه چلیم بشه، دوباره پشتیبانی کردن، دوباره کشیده بالا.
وقتی یک بار از کسی دیدی، تجربه کردید، من جرب المجرب حلت به الندامه، کسی که تجربه شده را آزموده را آزمودن خطا، کسی که تجربه کرده یه نفر رو چوب ازش خورده، دفعه بعد باید خیلی دقت بکنیم به راحتی اعتماد نکنیم. میگه شوهرم فلان کارو کرده، من رفتم به خاطر شوهرم قرض گرفتم از داداشم و پدرم و کی و کی و کی، شوهرم از زندان در بردم، دوباره رفته گنگایی که افتاده زندان. نکنی که درست شوهرت هست، بذار تو زندان باشه شاید آدم شه. ها شما میری به عنوان یه زن مثلا میخوای شوهرتو دربیاری از زندان به خاطر بچه خات، ولی چقدر واقعا یه بار بشین فکر بکن چقدر احتمال میده که شوهرتو از تو زندان در بیاد دوباره به سر خونه زندگی باشه و وفادار به تو و بچه‌هات باشه، دوباره از این غلطا نکنه. یه آقای اومده بود میگفتش که فلانی میشناسی؟ گفتم بله. گفت این ورشکست شده بنده خدا. گفتم خب برای چی ورشکست شده؟ گفت راست میگه پول از این اون گرفته کار بکنه و چنین شده چرا شده اینا. گفتم خب با کی کار کرده؟ گفت خب داداشش. گفتم تو داداشش نمیشناسی؟ داداشش تو آدم لاابالی هستن، چجوری با این اعتماد کرده پول دست اینا داده؟ گفت داداشش سرش کلا گذاشتن کشیدن بالا، حالا این موندو بدهکاریای مردم، آبرومندم هست خیلی. خیلی خیلی تلاش کردیم این طرف اون طرف، یه مقدار قرضاشو دادیم. دفعه دوم که این جون گرفت، دیدیم رفته دوباره با کیا داره قرارداد بسته؟ با هم برادرش، سرش کلا گذاشته بودن. گفتم این به شکست می‌خوره. همینجوری هم شد. خودش شکست. یه روز دیدم که این دوست ما آدم موجهی هم هستش. اومد دفتر گفتش که آره این بنده خدا اینجوری زنش الان زنش و بچه‌هاش رفتن تو خونه یه غریبه دارن، همینجوری هر شب خونه یه نفر هستن، خیلی آبرو دارن، چیکار بکنیم؟ گفتم من هیچ کمکی نمیتونم بکنم. بعد خودش رو صدا کردم گفتم حالا اگه مسئله تو حل بشه چیکار میکنی؟ گفت من مسئله حل بشه دوباره میرم سمت مسئله مالی، دوباره این کار. گفتم تو به درد این کار رو نمیخوری، تو اصلا توان کار اقتصادی رو نداری، شم اقتصادی و شعور اقتصادی نداری، تو باید همون کار اداری و دولتی خودت رو ادامه بدی. میگفت نه. گفتم حالا که اجازه برو بخواب زندان تا دور آدم شی. نمیشه یه کسی قرار بازی کنه با مردم نباید بهش اجازه بدی. شوهرت هم باشه شما بهش رحم بکنی، دفعه بعد میاد بیشتر لهت میکنه. رفتی به خاطر شوهرت طلاهات فروختی، مال خودت بود، بله زندگی تو فروختی، کاراتو کردی، دیدم چیکار کردی چیکار کردی، یه بار که دفعه بعد اعتماد بخوای بکنی به خاطر او بری، وظیفه هم نداری. بخوای بخوای از مادرت رو بندازی، پدرت رو بندازی، به داداشت رو بندازی، بگی که مشکل حل بکنی. خب حالا حل کردی، آیا اعتماد داری که دفعه بعد شوهرت له نمیکنه و معقول عمل میکنه؟ اگه اعتماد داری میارزه دفعه بعد بری براش کار بکنی، دفعه دوم هم برو کار بکن. ولی اگه هیچ اعتماد دیدی نیست، نکنی کار، بذار سرش به سنگ بخوره تا آدم بشه. یکی از نزدیکترین کسان خود من همینجوری شد. دو سه مرتبه به مامان بس خودم اومد سراغ من، بهش گفتم که این سیاستای اقتصادی که داری خوب نیستش، درست کن این سیاستای اقتصادی تو. باشه چشم، اینو خیلی هم دو سه مرتبه کمکش کردم واسه مامان بس در من. یه بار دیگه اومد گفتش آره اینجوری خیلی بدبخت شدم دیگه، دارم به سکته میکشم. گفتم من اصلا کمک کردم، نه کمک کردم، کسی کمک کرد. باید این سیاست رو تغییر بدی، روشت باید عوض بشه. شما این کار نکنی اصلا، باید عوض بشه این روش. اصلا شما دنبال این کار نهاد بری، از توی این کار در بیای. بعضی ها با بیشعوری کامل میخوان تو مسائل اقتصادی باشن، یعنی اینو هی ادامه بدن. کار آزاد بدون آگاهی و فهم و فقه، این همیشه شکست میاره، شکست پشت سر شکست. میری 15 سال کار اقتصادی کرده، دائما پشت سر هم شکست خورده. خب این نمیشه بشه اعتماد کرد. چندین بار میمونم شوهرم چندین بار ورشکسته کامل شده. البته کار اقتصادی توش ریسک هست، حدیث هم داریم اصلا کسی میخواد تجارت بکنه بله شرایط شکست داره، ولی شکست خوردن یک بار در اصل کوتاهی نکردن و شرایط دیگه فرق داره تا بی لیاقتی تا بی برنامگی، اینو باید خیلی بررسی بشه. برای همین عزیزترین کسانی که اومدن بگن آقا اینقدر پول ما قرض بده بیا بشیم ما هم یه کارخونه می‌خوایم بزنیم، خیلی هم زیبا میان. اول میان میگن که می‌خوام یه کارخونه بزنیم، این شرایطش اینجوریه، شرایطش اینجوریه، مثلا یه ساله به نتیجه میرسه، اینقدر میشه، اونقدر میشه، اونقدر میشه. طرف همینجوری میشه تو خیال خودش از همین الان فکر می‌کنه سال بعد سوار یه پاترول 70 میلیونیه. ولی بعد می‌بینیم که نه اینجوری نیست. خیال می‌کنه.
همین دست خیالات. بعد خیلی با هوشیاری انسان عمل بکنه که خدای نکرده ضربه نزده، با مال مردم بازی نکنه، خودتون تو معرض چیز قرار ندید. اگر آمدن اعتمادتون رو جلب کرد کسی برای یه همچین کاری یا هر کار دیگری، اگر 100% اعتمادت جلب شد برای همچین سرمایه گذاری، اول بدبینیت باید باشه. یعنی چی؟ یعنی چی؟ یعنی باید تازه بری به سراغ متخصص، سپاسگزارم، بری به سراغ چند تا متخصص تایید بکنه برات. اگه هیچ وقت، اگه یه کارشناس یه کار، اگر اومد صاحب یه فن اومد برای شما یه چیزی رو تخصص توضیح داد، هیچ وقت اگه صاحب یه فن، نایمی دارم بهتون میگم، یه متخصص اومد براتون یه چیزی رو گفت که شما بیا جلو، من خودم مثلا ختم این کارم و چنین و چنان هستم، اکتفا نکنید، حتما با چند تا کارشناس مشورت بله بکنید. نمونه دیگه در پزشکی، در پزشکی رفت پیش دکتر که خیلی هم قبولش داری، دوستش هم داری، دوستت هم داره، اون پزشک پزشکی خیلی خوبی هست، ولی بهت میگه که به نظر من شما باید این کار انجام بدی، نظرش رو قبول کن به این معنی که خب حالا تو محل اعتماد، ولی حتما با 10 تا 5 تا پزشک دیگه حتما چیکار کن؟ مشورت کن. هیچ کاری نداره، تو یه روز 2 روز شما میتونید برید یه مرکز مشاوره پزشکی، چند تا پزشک خوب رو پیدا بکنید، وقت بگیرید، تو 3 روز 4 روز بدید 7-8-10 تا پزشک با شما یعنی صحبت بکنید، نظراتشون رو جمع بکنید، بعد اقدام بکنید به یه عمل جراحی اگه میخواید اقدام بکنید. اعتماد نکنید یه پزشک به شما بگه، شما 100% الان باید چیکار کنید؟ باید عمل جراحی بکنید. این احترسو یعنی همین، یعنی خودتون نگه دارید که دچار دردسر نشید. خانم رفته دکترش گفته شما سرطان داری، باید سینه‌تو ببری. بنده خدا سینه چپشو بریدن، بعد از یه مدت دوره حالش خراب شده، گفته که سینه راستت هم باید ببر، سینه راستش هم بریدن، سرطان داشته باشه. بعد از یه مدت دیگه رفتن گفتن فلان چیه تو بدنت هم باید دراری به اونجا کشیده شده. بعد خب داره مسلم میشه بیچاره، بعدش داشتن بردنش جای دیگه، دکترهای دیگه، بعدن اونجا آزمایش کردن که اصلا از اول سرطان نداشته این بنده خدا، اصلا سرطان نبوده این مسئله. اون شما نقای زنه رو مسلش کردن، تیکه تیکش کردن، اصلا مریضش یه چیز دیگه بود، نه و یه دونه مثلا چربی معمولی بوده میشونه سهل بشه، خود دو چیزی بوده میتونه سهل بشه. من خودم یادم یه بار رفتم پزشک، بلایی که سر خودم اومد براتون بگم، چون خودم کلکسیون بیماری هستم براتون تعریف بکنم. من شاید 7-8-10 سال تنفس نمیتونستم از راه بینی بکنم، بچگی همیشه مشکل داشتم. رفتم یه دکتر گفتش که باید صبر کنی تا 18 سال تموم بشه. باشه، انقدر هم زحمت کشیدیم باشه 18 سال تموم شد، رفتم عمل کردیم. بعد دکتر نوشته بود که لوزه سوم اینو عمل بکنید، به جای اون این لوزمون عمل کرده اینو در بودن هیچ. بعد اون خوب نشدیم، چون لوزه سوم مربوط به بینیه، این لوزه مربوط به گلو هستش. یه دکتر گیج هم کلمه لوزه رو لوزه داریم تا ما رو سر عمل برم. خب 18 سال چش این چیز داره، لوزه است، لوزش عمل کن، باز کن درنشو بینه بلا هیچ لوزه عمل کرد. بعد حل نشد، رفتیم دکتر هم گفتش که خب از کس و آزمایش گرفتن اینا، گفتش که آره توی بینی شما یه پولیپ هستش، باید عملشون درش بمونه. در آوردن و نشونه خودمون هم دادن، یه تیکه بوده در آوردن، خودمون دیگه خوب میشیم دیگه، در آوردن دیگه. بعد خوب نشد، رفتیم دور مطبش، گفتش که ببینم نگاه که این که هنوز داره، چیزی خارج نشده. خودش میگفت، خودش عمل کرد، میگفت داره هنوز. گفت پس تو بیا رو یه دونه آنژیوگرافی کن. 18 متر سیمو از پهلو فرو میکنه توی تمام رگای بدن، همینجوری میره تا برسه به اونجایی که باید عکس بگیره. بهترین پزشک دکتر فرستادن ما رو به بیمارستان خصوصی فرستادن، کادرشون ضعیف بود، بلد نبودن این کارو بکنن. 2-3 مرتبه بدن من رو سوراخ کردن، این سیما رو رد کردن، نشد که نشد.
بعد دیگه دید نمیتونه، فرستادی بیمارستان تخصصی تر. اونا هم یه ذره فوش به این قبلی ها دادن و گفتن که چرا رگیو که نمیتونن کاری بکنن دستکاری کردن. خلاصه انجام دادن و از ما یه عکسی گرفتن، عکس خاصی بود آنژیوگرافی. این سیمه اومده بود تا پشت گردن ما، از اینجا عکس گرفته بود. حالا عکس بردن پیش دکتر متخصص، متخصص این کار نگاه کرده میگه که توی سر شما یه قده رگی هست، یه توده رگی هست، این باید توده رگی رو ما درش بیاریم. گفتم که خب منم 10 سال بود زجر میکشیدم. گفتم که خب حالا همین کارو بکن دیگه، حالا بذار عملش بکنین. گفتش که عملش سخته ها، بهت بگم. گفتم چیه؟ گفت ما شاهرگتو میبندیم. گفتم که خب حالا تبعاتش چیه؟ گفت شاهرگ بندی هیچی توی نمیشه، ولی احتمال سکته مغزی داری. گفتم که باریکلا میخوایی بینه اونو عمل بکنی؟ بعد گفت از اینجا هم میشکافیم، از صورت اینطوری میشکافیم به این صورت، این قسمت رو برمیداریم، اون توده رگی رو در میاریم، جاش هم همیشه تو صورتت میمونه. من باریکلا هیچ. خلاصه رفتیم، گفتیم رفتیم مرکز پزشکی بالاتری که نسبت به اینا بالاتر بود، یه زنم قلقا کردیم. گفتیم بابا این عتیقا که شما گوشتید اینجا، به ما همچین چیزایی میگن. گفتن که خب حالا ما میفرستیم به بیمارستان تخصصی. یه بیمارستان تخصصی تو تهران هست مخصوص این تخصصه. رفتیم اونجا، دیدیم حالا یه تعداد از این پاپیونیا و کرواتیا نشستن اونجا. اینا ما رو آزمایش کردن، گفتن اوه 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 این یه توده رگی خیلی بزرگی تو کلت هست، اینو باید درش بیاریم. رو همین جوری هستش، این باید عمل شه. بعد ولی این حس رو هم میگو خب حالا باید ما با کسی دیگه هم مشورت کنیم. رفتیم با یه پیرمردی بود تو همون بیمارستان، قرار شد چند وقت استاد اینها بود، خیلی دیر میاد. گفتیم بذاریم با اینا هم مشورت کنیم. خود این آقایون کلواتی هم یه ما رو برداشتن بردن پیش همون استاده. و به استاد گفتم استاد این یه توده رگی تو سرش هستش. استاد اینجوری نگاه کرد، بعد روش نشد جلو من یه فوشی به این شاگردش بده. خیلی مؤدبانه گفت نه توده رگی نیست، این یه پولیپ ساده است عمل میشه. بعد عکس رو گذاشت و اینا که رفتم اینو به من گفتش که نیای اینجاها اینا بیچارت میکنن. بعد برو بیا فلان بیمارستان دولتیه، بیمارستان خیلی معمولی دولتی مثلا لقمان، بیا اونجا من خودم عملت میکنم. پزشک سپاه بود پیرمرد. رفتیم و خودش عمل نکرد. خیلی راحتی که شاگرداش این زیر لب ما رو شکافت و یه توده پولیپ چربی بود، نه دیگه اون توده رگی و شارگ ببندن و سرطان چیزو نمیدونم سکته بکنی و حرفا. خیلی راحت، فقط حجمش خیلی زیاد بود، تراشیدن مثلا حدود 10 سانتی توش بود در آوردن. دیگه من راحت شدم، بعد از سالها راحت شدم. شاگردش هم عمل کرد، خودش عمل کرد. این خیلی واقعا الان شما وقتی میری به پزشک مراجعه میکنی نمیتونی اعتماد بکنی 100% که تجویز چی باشه. پزشکی مثلا چه جوری خونده؟ با یه رتبه ضعیفی تو دانشگاه قبول شده، بعدم درساش همه ناپلئونی قبول شده، 11 12 15 درس نخونده، دنبال قروفر بوده. حالا ما که توشون هستیم راحت میگیم. به زور رسونده خودشو به یه بدبختی، به یه تخصص رفته، حالا با حواس پرتی و پرتوکی بازی گرفته، رفته مطب زده. آدم نمیتونه اعتماد بکنه راحت بره خودشو بسپاره بشون، واقعا نمیشه اعتماد بکنه. اگه رفته اونجا حالا یه موقع اصلا که داروی بده معمولی آدم مصرف میکنه، ولی وقتی میخوای بری اونجا هیچ وقت یک پزشک نمیتونه حرف نهایی رو به آدم بزنه. باید مشورت های زیادی بکنید، باید مشورت های زیادی بکنید تا یه موقعی بلا سرت نیارن. برای همین میگه احترسو دقت بکنید، فقط صرفا جنبه اخلاقی نداره، در جنبه های اقتصادی مشورت خیلی زیاد باید بشه. بدترین کارم همین است که اول بسم الله افراد ها میگن یه استخاره میارن. استخاره تنبل میکنه ذهن رو، برای اینکه بتونن مسئولیت فکر کردن و تحقیق رو بگیرن از خودشون، میخواد دخترش رو شوهر بده استخاره بکنه، دختره میخواد شوهر بکنه استخاره، پسر میخواد زن بگیره استخاره، تنبله نمیخواد به تحقیقات لازمه، استخاره میکنه، استخاره خومت بریم و میره شکست میخوره. خوب یاد دلیل نیست که شکست نمیخوری، شکست میخوری چه در اقتصادی چه در ازدواج، دلیل نمیشه. خوب اومد، خوب بیاد. برای این باید حتما تحقیق بشه، حتما در مسائل ازدواج، در مسائل اقتصادی، در مسائل پزشکی،
در خرید خونه، چون یه نفر من تعریف کرده، نه واقعا چند نفر کارشناس ببینم بعد برید برای خرید خونه اقدام بکنید. اگه میخواد بخرید از یه مؤسسه اقتصادی میخواد ساختمون بخرید، تحقیقات وسیع بکنید تا بعد برید پولتون رو به حساب بریزید که آیا قابل اعتماد هست. چی تضمین میکنه اگه من پولو بریزم به حساب؟ اگه فردا فرار کردم من پولمو چجوری در دست بیارم؟ یه جا علم زدن، انقدر الان صندوقای قرض‌الحسنه قلابی ما داریم که نگو تو این شهر، مؤسسات قلابی، صندوقای قرض‌الحسنه قلابی، شرکت‌های ساختمانی قلابی، 5 تا کار پروژه کردن، پروژه‌هاشون بد نبوده ولی کمین کردن برای دفعه بعد. آدم باید خیلی حواسش جمع بشه. وقتی شرکت خصوصی هست پول معلومه، پول تو بگی، پول ریخی تو حساب، یه رسیدم دادن دستت، خب بعدا دستت به جایی بند نیست. کی تضمین می‌کنه برگشت پول شما رو؟ ما اقدام نکنه. میدونی چقدر خانواده ها تا به حال به خاطر اعتمادهای اقتصادی متلاشی شدن؟ چقدر آدم ها به خاطر اعتمادهای بی خود پزشکی نابود شدن؟ اینجاست که حضرت میفهمند وقتی زمانه یه جوری هستش که نمیشه اعتماد کرد، اگه اعتماد بکنید فریب خورید. اعتماد نکنید، تحقیقات لازم رو حتما بکنید. ازدواج میخواید بکنید، نمیدونم کار اقتصادی میخواید بکنید، هر چیز دیگه، هر ارتباطی که قرار برقرار باشه حتما تحقیق بکنید در موردش، حتما تحقیق بکنید. خودش میگه، چند نفر میگن، رفیقم میگه نه. بگید چند نفر غریبه رو ببینید، کمی 24 ساعتی 48 ساعتی وقت بذارید، در بیارید تطوی قضیه رو، تا بعد میشه جلو رفت. یه خانم اومده به من گفتش که آره یه آقای اومده خواستگاری من، خیلی مرد خوبی هستش و شرایطش هم خیلی شرایط خوبه، آقای دکتری هستش اومده. بعد اون برم، حالا شما کمک من میکنید برای که من دلم قرص بشه اینها. گفتم که با تو رابطه با تا کجا باهاش رفتی؟ گفت با هم رفتیم چند جلسه بیرون، نهاری خوردیم، شامی خوردیم. گفتم خب اینجوری که نشد. اگه واقعا شما قرار ازدواج بکنید، قبل از اینکه کارو به رابطه بکشید، برید تحقیقات رو میکنید، بعد اعتماد بکنید، چون اینجوری بهتون علاقه ایجاد میشه، بعدم نمیتونید شما دل بکنی. گفت نه، من خواهش میکنم شما کمکم بکنید. حالا ایبی نداره. گفتم حالا چه جوری شد سطح روابطتون بشه؟ گفت خب خیلی دو پسر خیلی خوبی، منم خیلی دوستش دارم. همین کلمه‌ای که خیلی دوستش دارم نشون میده که این دیگه راحت تن به تحقیق نمیتونه بده. وقتی علاقه اومد، حب و کل شیء ان یؤمن و یسم، فرموله پیغمبر فرمود وقتی شما به چیزی علاقه پیدا میکنین، علاقه به چیزی تو رو کر و کور میکنه، کر میکنه نسبت به اینکه غیباشو بشنوی. هر چی میام میگن این پسر به دردت نمیخوره گوش نمیکنه، هر چی میام میگن دختر به دردت نمیخوره گوش نمیکنه، هرچی میگن این ماشین به دردت نمیخوره، این ماشین خرابه، این ماشین اینجوریه، این ماشین مثلا موتورش قبلا دستکاری شده، میمن عشقم کشیده ما این ماشین نمیشه. حب وقتی میگه، قبل از که حب بیاد آدم باید عقلش بره تحقیقاتو بکنه. برای همین هم ما به عزیزان و دختر و پسرامون میگیم که قبل از اینکه بخواید با کسی ازدواج بکنید، اول اون نوارهای میثاق مقدس رو گوش بکنید، ببینید اصلا تو قالب میگنجه به عنوان یه همسر لازم یا نه، یه همسر خوب به درد میخوره. و الا تا قبل شما این کارو نمیکنید، هی میید با هم گپ میزنید، یواشاش با هم دیگه علاقه پیدا میکنید، بعدا وقتی بهتون میگن نکنید، به صلاحتون نیست، قبول نمیکنید. ما هزاران مورد از این موارد داشتیم، میگیم صلاح نیست، میرم میکنم، بعد با شکست روبرو میشم. به یه خانم گفتم خب شما اشتباه کردید، همه سطح روابطتون رو زیاد کردید، نباید این کارو میکردید. گفتم حالا شما کمک بکنید. باشه. حتی کمک کردیم. گفتم چه چند سالشه؟ گفتش که پزشکی میخونه، دندون دارو سازی میکنه. خب چند سالشه؟ گفتش که 34 سالش بود. 34 سال. بعد گفتم کار چیکار میکنه؟ گفت آره مجتمع ساختمانی پزشکی داره میسازه اینا. بعد من یه ذره نشستم چرت کردم، گفتم که یه جوون 34 ساله چجوری میتونه یه مجتمع ساختمانی بسازه؟ این چند سال طول کشیده درس عمومی خونده، چند سال درس تخصصی خونده، کجا این همه سرمایه آورده؟ گفتم با اون ننه سرمایه دارم نمفنم. هی تو این فکر شد. گفتم که خب حالا باید شروع بکنیم، همین روشی که تو خودم نوارها گفتیم، روشی که این کجاها قبلا شاغل بوده، با کیا رفیق بوده، با کجاها سابکاراش کیا بودن، از همین طریقا رفتیم تا سر در آوردم به این که این تو فلان داره خونه و فلان داره خونه و فلان داره خونه، هم دکتر در مثلا داروساز فلان داروخانه ها هم بوده، کمک میکرده. بعد یواش یواش رفتیم جلو، دیدیم که بله یه کلاهبرداری هستش که سر خیلی ها رو کلاه گذاشته، تونسته به پول زیادی دست بده کنه، ضمن معتاد هم هستش،
بعدم داروهای غیر مجاز زیادی رو فروش کرده، پول زیادی از طریق داروسازی غیر مجاز، داروهای خطرناک به دست آورد. حالا نگاه کنید، اینجا رو دقت کنید. اومدم به دختره گفتم. اولی کاری کرد می چی بود؟ گفت به خانوادم نگی یا. گفتم که مگه قراره بری جلو؟ گفت شما کاری نداشته باش نگو. گفت برایش من فرستاده به تحقیق. نه حالا شما نگو، بخواهش میکنم. بعد دلش هم خب زده بود دیگه، از متنفر شده بود که این همه بهش دروغ گفته بودن. بعدم اعتیادم شوخی نیست، پسر معتاد بود. دعواشون شده بود با هم، بالاخره به هم خورده بود. بعدن زنگ زد و من میگم شما چه حق داشتی من بگی معتاده؟ یعنی از این اینو دقت بکنید اینجا. کاش من نمیگفتید من لاغر اقلا ازدواجمو کرده بودم الان. شما مثلا خودت گفتی اول از این برو، بعدم شما میخوای چشتو ببندی همینجوری بری ازدواج کنی، بعدم بفهمی چیکار میکنی که معتاده، کلاهبردار، لقمه حروم میاره، با جون مردم با داروهای قلابی بازی میکنه. خیلی شاکی هم بود که چرا بهش گفته بودیم که اینجوری هستش. واقعا خیلی همینجوری هستن. بعد که لو بره که مثلا این به درد نمیخورده ناراحت هم میشن تازه. بعدشون میاد که چرا بهشون فهموندی که این به درد نمیخوره. الان بعضی دختر پسرا میان همینجوری هستن. وقتی میان تو دفتر ما داریم باشون صحبت میکنیم، خیلی با تو دماغشون هست، با نخوت و تکبر میشینه. وقتی بهش میگیم که خب حالا مثلا شما این دو تا نوارم گوش بکنی، یک کتابم بخون، خیلی راحت خوشش نمیاد. میگه شما میخواید منو وادار بکنید که بدم بیاد چیزی کنم؟ کار نمیکنه. خودش میخواد چشم ببنده بره جلو، زوری میخواد درست بکنه قضیه و نمیتونه. جو فایده نداره. من واقعی بیم باشه دیرتر آدم هرگز داریم تنهایی بهتر از نسی انسان با یه قرین احمق سر بکنه. یکی تا آخر عمر ازدواج نکنه بهتر نستش که ازدواج بکنه و قرار باشه با یه احمق که فرمود مصاحبت الاحمق عذاب روح، مصاحبت احمق شکنجه روحه، با یه همچین کسی بخواد زندگی بکنه. بعدن هم پشیمون میشن، حالا میره یه مقدارم دیگه آروم میشه، بعدن شروع میکنه به پشیمونی و ابگیری و ناراحتی و که چرا این غلطو کردم. خب اون موقعی بهت میگفتیم نه رو نمیرفتی دقت میکردی. برای این مواد به این فرمایش رسول خدا توجه داشته باشیم که احترسوا من الناس بسوء الظن، از مردم با بدبینی پرهیز کنید. این فرق داره بدبینی با اون روح بدبینی که داریم راجبش صحبت میکنیم، میگیم که این روح از شیطان هستش و عرض کنم خدمتون که روحیات زشت ما روی نگاهمون به دیگران اثر میذاره. این دوتا با هم دیگه فرق میکنه ها، خوب دقت بکنید. این یعنی هر کس اومد، هر پسری اومد، ما الان 199 ازدواج هایی که دختر و پسرها خارج از شبکه شرعی میکنن، 99 درصدشون به شکست منجر میشه. خارج از شبکه شهر. خارج از شبکه شهر یعنی چی؟ یه دختر تو خونه باشه، حالا یا تو بیرونم هست، پسر ببینه خوشش بیاد، بیاد خواستگاری به صورت قانونی، اینجوری خوبه. ولی وقتی بیرون قراراشون رو با هم دیگه میذارن، یه واسه بیرون قرار میذارن، قرار معقول میذارن، زیر نظر مشاور هستش، آدم تایید میکنه، زیر نظر یه روحانی هست، زیر نظر یه کارشناس هست، بله بیرون هم دیگه رو ببینن، هیچ اشکالی هم نداره، بیشتر صحبتشون میکنن. ولی یه کارشناس باشه. ولی نه، خودشون با هم رفیق میشن، دوست دختر دوست پسری میشن، بعدن میخوان کارو به ازدواج ببرن. ما 199 شکست داریم طبق آمار. اون یه درصد هم که شکست میخوره، نه اینکه به ازدواج مثلا شکست میخوره، اون یه درصد هم از اون یه درصد رو که یک کل بگیریم، تو چند سال بعد با شکست روبرو میشه. من به ندرت شده دختر پسری تو روابط خارج از شهر، روابط به رابطه برقرار کنن، کارشون به ازدواج بکشه، بعد از 2-3 سال مشکل برخورد نکنن. بهش میگم که خب حالا این کارو میکنه، فکر میکنه که الان مثلا همینجوری میپذیره تو، میگم من عاشق منه، خیلی دوست داره منو، باشه. میگم بعد از عروسی اولین کسی که نسبت به خودت بدبین باشه همین. میگه انقدر کتک زده منو که دندهام شکسته، چشمم اینجوری شده. میگم که خب حالا شما قبل از اینکه با هم ازدواج کنید رابطه می بره، باهاش رابطه داشتم، اون به همینه دیگه. میگه از کجا من تو قبلا با کسی دیگه نبودی، تو الان با کسی دیگه بودی. خیلی وقتا وقتی دلشو میزنه یه مرد، یه زن دل یه مردو میزنه، دنبال هزار یه جور بهانه است که این زن رو دکش بکنه بره. چه بهانه‌ای برای یه مرد از این بهتر که سوابق زشت یه زنشو به روخش بکشه؟
چیز خوبیه دیگه، نگه میداره برای موارد خاص. اگه یه موقع دیگه خواست دلشو بزنه از دور بیرونش بکنه، میگه آه تو قبل ازی با منم باشی تو با من رفیق شدی راستی، چرا با من خارج از شهر اومد، معلومه با کسای دیگه هم بودی. اومده میگه من دستم خورده بهش ناراحت نشده، دستشو گرفتم بهش بر نخورده، پس معلومه اینجوریه، قبلا سابقه داره که اینجوری ککشم نگسیده، خب حالا بیا درستش بکن. میای حماقت میکنی. خانم ها غالبا کسایی که دوست میگیرن، دوست پسر میگیرن، روی پاکی زنها و دخترهای ما معمولا سدی بالای 95%شون روی بدجنسی و فساد اخلاقی و نمیدونم مسائل شهوانی با یه پسر رفیق نمیشن، واقعا از روی حس پاکی و علاقه و مسائل عاطفی دوست میشن، واقعا تصمیم دارن یه زندگی چی تشکیل بدن، زندگی پاک و خوب. ولی مردا این شعور رو ندارن بفهمن. پسرهای ما به خصوص پسرهای زمان ما یه همچین شعوری رو ندارن که شما فکر کنید بهت اعتماد میکنه. اگه این کارو کردی و پذیرفتی، درسته تو قلبت پاک بوده، به خاطر پاکی قبول کردی این رو، ولی این شعور رو ندارن، بعدا به روحت میکشن این رو. اون موقع که خودش داشته با دختر مردم که تو باشی، با ناموس مردم که تو باشی، خارج از شبکه شهر رابطه برقرار میکنی، چه اشکالی نداشته، ولی بعد از عروسی تو میشه یه آیت الله. اونم نه که واقعا شده باشه، فقط برای که تو رو بکوبه میشه یه آدم پاک و غیرتی و فلان که اینا رو تو رو داغونت بکنه. برای همین آدم نباید حماقت بکنه، به هر کسی اعتماد بکنه، این خیلی مهم هستش. احترس یعنی مواظب باشید که هر کی اومد جلو نمیدونم حرفای قشنگ زد و ما چقدر الان تو همین سوابق خودمون، حالا من مثلا به 10 تا مشاور جلبشم بیام برای شما بگم میشه 30 جلد کتاب. من پسر میشدم تو سابقه مشاورمون، دو تا مورد داشتم، یه مورد 90 تا دختر رو فریب داده بود، 90 تا دختر، یعنی همه شون هم به فساد کشونده بود، یه مورد 150 تا دختر. خب ها شما نها بکنیم پر فت و فرام و زیاد که مثلا همین نه این عاشق من، این منو میخواد، من دوست دارم، خب بعد میبینی که از یه جای دیگه در میاره، نه پسر خوبی. ما مبنا داریم اینها، این تعریف شده است، این 4 تا دونه نواره گوش بکن، 4 تا دونه دو تا دونه کتاب بخون، متوجه میشی اینی که اومده جلو کارش درست هست یا نیست. بعد جالب، ما همیشه اینجوری میکنیم، درسته این اطلاع من بلدم میدونم، ولی این با اون فرق داره، با هم فرق داره، همیشه همین رو میگیم، میگیم این یکی با بقیه چیه فرق داره، اینجوری نیست، این هم مثل اونم مثل بقیه، هیچ فرق با بقیه نداره، هیچ فرقی نداره. همون داستان موش و گربه است، مجدده که گربه عابد شد، عابد و زاهد و مسلمان ها. خب به تمرینم نرسیدیم. نه شما به کسی که اعتمادم دارید، ولی از پولی که متعلق به اعضای خانواده است حق ندارید به کسی قرض بدید. یک کلام فقط بگید نه. ما متاسفانه نگفتنمون ضعیفه، روی دلسوزی حق ندارید پولی که متعلق به خودتون نیست به کسی قرض بدید. یکی مورد دیگه هم خجالت کردن هست. خجالت، ببینید ما حیا در روایت داریم، حیا و خجالت دو جوره، حیاهای احمقانه، حیاهای عاقلانه، دو جور. بعضی از آدمان داریم خیلی آدم خجالتی هستن، خیلی آدم محجوبی هستن، ولی آدم بسیار احمقی هستن، یعنی به خاطر همین خجالتی و محجوب بودنشون ها. باید ببینید که خجالت کجا باید کشیده بشه، اونجا آدم باید بگه، تو مسائلی که مسائل شرایط زندگی هست، اگه کسی خجالت بکشه آدم احمقی. خجالت کشتم میتونستم نمیده پولا را ها یا یادش میره، ولی باش دادم. ما چون میترسیم آدم بدی بشیم، همیشه خودخواهیامون اینجوریه دیگه، بعد تو قالب خجالت نمیگیم نه بگو بذار بدش بیاد، آه من نمیتونم پول بدم به شما، دفعه قبل دادم، معذرت میخوام، نمیتونم، ندارم، برام امکان نداره همچین چیزی، معذور هستم، ببخشید، شرمنده هستم، تمام. این نگفتن رو باید یاد بگیریم.
بعد می اگه خواهی چیزی کنی بعد یه موقع میبینی مثلا گناه داره، این گناه کجا آمده؟ شیطون به ما میگه گناه داره. چه گناهی داره؟ گناهی نداره. خب بعد کمک میکنیم، بعد میفهمیم توی هست. بعد گاهی وقتا از من زنایی رو دیدم از مال شوهرشون بدون اجازه شوهرشون به کسای دیگه کمک کردن. این کار کار خیرم که نیست، یه کار ثواب داره بود. نمیتونید شما بدید، اجازه بعد میگرفتید، مال خودت نبوده، مال خودت. این که گفتن خانم ها حتی مال خودشون هم بدون اجازه شوهرشون به کسی ندن، مال خودشونه، شوهر حق نداره تصرف کنه، مال زن، درسته. ولی وقتی زن میخواد انفاق کنه یا کمک کنه باید به شوهرش بگه. چرا؟ چون ممکنه یه جا سرش کلاه بذارن. نباید بی احتیاط بکنه، بی احتیاطی بکنه، احساسات نباید داشته باشه. این یادمون نره مسائلی که تو زندگی ما داریم اگه درش خجالت بکشیم، این خجالت رو پیغمبر میفرماد حیا احمقانه است، حیا حمقه. مسائلی که هست، مثلا میخواد مسائل ازدواجش رو بپرسه، مسائل شرعی رو بپرسه، مسائل آمیزش جنسی رو بپرسه، مسائل سکسی رو سوال بکنه، اینا شرع مقدس حیا قبول نمیکنه تو اینجور مسائل. حیا کردم به صورت طرف نگاه نکردم، خجالت کشیدم نگاه کنم، بعد رفتیم حالا میام دلمو زده. خب احمقی تو، یا احمق به تمام معنا. خجالت کشید نگاه کنی، میگه خب بهش گفتم، میگم بهش وقتی رفتی خواستگاری موظفی بهش بگو چادرتو باز کن من باید ببینم شما رو. میگم روم نشد بگم او غلط کردی. این حیاها مال این هستش که آدم آدم ضعیفی هستش. و الان شما وقتی میخوای بری، شما یه مانتو میخوای بخری، اگه طرف بهت بگه که مثلا اون پشت گذاشتم میخوای بهت بدم، قبول میکنی؟ میگه نه، 15,000 تومان پول مانتو بدم، 20,000 پول مانتو، بعد بیا ببینم دست بزنم بهش. 30 دفعه اینو بالا پایینش میکنی، دوختاشو نگاه میکنی. یه طلا میخوای بخری 1,000 جور بالا پایینش میکنی. یه ماشین میخوای بخری 20 دفعه میبینی باهاش سوار میشی، دور میزنی، بوق میزنی ببینی که مثلا به درد میخوره یا نمیخوره. حالا اون وقت میخوای زن بگیری، میگه خجالت کشیدم نگاهش میکنم، روم نشد نگاه کنم، روم نشد حرف بزنم، یه چیزایی گفت روم نشد. حماقت دیگه. یه زندگی پای چند تا بچه در میونه، پای ابدیت انسان ها سر کار داره، میخواد مادر بچه هات بشه، میخواد پدر بچه هات بشه، حماقت کردی، بی‌دقتی کردی، خروم نشد. شما باید بخوام چادرتو باز کنم ببینم. شرع مقدس میگه اصلا به خانوما بگید روسریشون هم بردارن، هیچ اشکالی نداره شرعن، روسریشون هم بعد موهاشون شما ببینید، شرعن اشکالی نداره که بدنشو ببین، اندامشو ببین. هیچ کس نمیتونه بگه من نمیتونم بذارم. یا اینجوری میکنه، میگه به دختره گفتم، دختره گفته نه من خجالت میکشم این کار بکنم. همینجوری که هست میخوای انتخاب کنی خانم. اگه اینجوری بخوای بری نمیخوایم خانم. من شارع مقدس به هم گفته که اجازه داری نگاه بکنی به زن، به هیکلش، به اندامش نگاه بکنید، بعد انتخاب بکنید. من موظفم نگاه کنم، اگه بخواید نگاه کنید. یه موقع برات مسئله نیست، یا همین مقدار کفایت میکنه، کفایت میکنه. ولی تویی که فرد زنه رو خوردش میکنی، میگی که من نمیتونم با تو زندگی کنم. طلاق داده زنه رو به خاطر قیافش، طلاق داده زنه رو به خاطر هیکلش. خب مرد حسابی تو که اینجوری هستی چرا ظلم میکنی در حق ناموس مردم؟ از اول میرفتی درست نگاه میکردی. ما زیاد داشتیم، مردی داشتیم تا 32 تا خواستگاری رفته. 32 تا خواستگاری، از این 32 تا 8-9 تاشو به عقد رسونده، بعد طلاق داده. خب برای چی؟ قیافش خوش نمیاد. خب این خیلی بده، خیلی کار بزرگ گناهی هستش. خب تو اون موقع دقت میکردی، بعد وقتی بهش میگی خیلی قیافه حق به جانه میگیره و خیلی محجوب از این چیزا، روم نشد بگم. چطور رود میشه داری طلاقش بدی؟ چطور رود میشه قیافش رو به روخش بکشی؟ ورود نشد بگی که بابا شادتو باز بذار من درست نگاه کنم. یعنی ما از این حیاهایی که مرکز جنایت میشه زیاد داریم، چه تو خانوما چه توی آقا. با یه روم نشد جنایتای بزرگی مرتکب شد. تو بیخود کردی رود نشد، شرع مقدس اجازه داده این کار بکن. ساعت چنده؟ 3:20. من حالا دیگه 2 تا از سوالا رو جواب بدم بقیش ببونه برای بعد. بله، اگر بخواد به اصطلاح تو خواستگاری شرطی نیستش که واقعا شخص خواستگار باشه تا بتونه اجازه داشته باشه نگاه بکنه. نه، افرادی که درسته، کسی که مطمئن شدید که بعد حساب است میتونید بهش قرض ندید و کمکش نکنید.
اینکه دو نفر با هم تلفنی ارتباط دارند و میخوام با هم ازدواج کنن، بهتره اول مشاوره ازدواج رو بگذرونم، بعد در مورد ارتباطشون میشه اظهار نظر کرد. ولی ما زیاد دیدیم که ارتباطی 7 سال هم بوده، تا 7 سال من دیدم آخرم نتیجه نداده. خب این عزیزی که نوشتن در مورد برادرشون که عادت کرده پول قرض بگیره و نمیده، این که خب شما هم خودتون هم دیگران رو پرهیز بده از اینکه بهش پول قرض بدن. این ازدواجهایی که بزرگان ما با دختران دشمنانشون بوده به خاطر این بوده که شر اونها برای اسلام کمتر بشه. نه نمیتونید شک کنید به اینکه اگه به کسی شک داشته باشید که مال شما رو دزدیده باشه، قابل اعتماد نیست این شکتون به این شکل، مگر اینکه شخص سابقه دزدی داشته باشه تو خانواده و فامیل. نه در مورد خواستگار حق لمس نداره، فقط حق نگاه کردن داره. این عزیزی که سوال کردم من خودم رو جای دیگران قرار میدم، بازم نمیتونم به شخص خوشبین باشم، ممکنه حق داشته باشه نسبت به بدبینیش، شاید حق داشته باشه، ولی اگر میخواد مسئلهش حل بشه شخصا مراجعه بکنه. ازدواج های دانشجویی هم وقتی که طبق فرمول انجام نشه، من بعضی از دانشگاه‌ها که تدریس داشتم 50% طلاق داشتیم در ازدواج های دانشجویی. بنابراین این نمیشه اعتماد کرد چون ازدواج دانشجویی، ازدواج باید انسانی باشه، دانشجوی غیر دانشجویی نداریم که. ازدواج باید طبق فرمول‌های اساسی ازدواج انجام بشه، یعنی شناخت کافی از خود ازدواج، جنس مخالف، مسئولیت‌هایی که یه ازدواج میاره و شرایط یه پسر خوب یه دختر خوب و مسائل دیگه که حالا اینا رو ما تو نوارها توضیح دادیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.